اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 25 آبان 1392. در نمایش مسخره مالکی و سفارت رژیم علیه مجاهدین کسی جز مزدوران و اجیر شدگان رژیم شرکت نکرد. این نمایش پس از شکست پرفضیحت سفر مالکی به آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف ترتیب داده شد. همچنان که در اطلاعیه‌های پیشین دبیرخانه شورای ملی مقاومت افشا شده بود، روز شنبه 25 آبان نخست وزیری عراق و سفارت رژیم آخوندی در بغداد در یک نمایش فضاحت‌بار تحت عنوان عراق جدید و جنایت‌های سازمان تروریستی خلق در یک سالن به نام حکیم مزدور تحت امر ولی فقیه در قسمتی از دانشگاه بغداد مذبوحانه تلاش کردند تا با رسوایی جهانی مالکی به خاطر جنایت علیه بشریت در اشرف که در جریان سفرش به آمریکا ابعاد بی‌نظیری به خود گرفت مقابله کنند. نمایش توسط عدنان سراج و نافع ایسا دو مزدور شناخته شده رژیم آخوندی ترتیب داده شد و هزینه های گزاف آن را برای پرداخت وجوه نقدی و هدایای گرانبها به شرکت کنندگان شخص مالکی پرداخت کرده بود. اما در پی اطلاعیه‌های روشنگرانه دانشجویان دانشگاه بغداد و کانون نویسندگان عراق، جز مقامات حکومتی و مزدوران و اجیر شدگان فاشیسم دینی حاکم بر ایران که برای گرفتن عکس و فیلم آمده بودند، کسی در آن شرکت نکرد. شرکت کنندگان عبارت بودند از صادق الرکابی، مشاور مالکی، حسن ساری، وزیر دولت و رئیس حزب الشیطان عراق، انصاری، جانشین فرماندهی سپاه تروریستی بدر، کاظم عوده و قاسم الاعرجی از سپاه نوح بدر، موفق الربیعی، جاسوس چند جانبه و نفرات شناخته شده باند دولت قانون شامل جبار الکنانی، مهدی البیاتی، کامل الزیدی و عدنان شهمانی. همچنین شماری از ماموران و مزدوران سفارت، نیروی قدس و وزارت اطلاعات رژیم تحت عنوان خانواده های مجاهدین همراه با 6 مامور وزارت اطلاعات و نیروی قدس که در اطلاعیه‌های 91 و 93 ورود آنها به عراق و حضورشان در اشرف فاش شده بود، در این سیرک شرکت داشتند. علاوه بر این آخوند جنایتکار حامد الیاسری طبق معمول گروهی از مزدوران رژیم در استانهای جنوبی عراق را برای گرفتن پول نقد همراه آورده بود. آخوند مزبور همان مزدوری است که در 17 دی 89 نیز چند اتوبوس از مزدوران رژیم را از جنوب برای حمله به اشرف برده و طی آن شماری از مجاهدین مجروح شدند. مزدور عدنان سراج که تحت پوش چند سازمان به اصطلاح خیریه ماموریت‌های محوله از سوی نیروی قدس و اطلاعات آخوندی را اجرا می‌کند، همان کسی است که پس از حملات 6 و 7 مرداد سال 88 به اشرف در تلویزیون دولتی العراقی گفت سازمان مجاهدین توانسته یک شبکه عنکبوتی بسیار عظیمی ایجاد نماید که به موقعیت‌های زیادی در ارگان‌های بین‌المللی اروپایی و غیر اروپایی برسد تا نشان بدهند که مظلوم هستند و تا همین لحظه هنوز این نمایش‌ها را در مقابله با زدن چوب‌ها نشان می‌دهند و این فیلم‌ها از این سازمان امر شناخته شده است تا اینکه به جهان نشان بدهد که به آنها ستم روا می رود. اگر به اطلاعیه‌های سازمان نگاه کنید می بینید یک کشتار انسانی در عراق در جریان است. نگاه کن، ارتش یک گلوله ندارد که شلیک کند و هیچ گلوله‌ای هم شلیک نشده. عراق همیشه در این زمینه مظلوم واقع شده. و افسود
همه ساکنان با سازمان خلق نیستند. نیمی از آنها از طرف نیمه دیگر محکوم هستند. به لحاظ نظامی هم ارتش عراق قادر است آنها را از بین ببرد. نافع عیسی گرداننده دیگر نمایش در سالهای گذشته بارها به دستور رژیم ایران با جمع‌آوری مزدوران به حمله و تعرض علیه ساکنان اشرف دست زده است. عکس‌های این مزدور در اشرف و در تهران و قم با عاملان جنایت از جمله سرلشکر جمیل شمری و یک سرکرده نیروی تروریستی قدس ذمیمه است. نافع عیسی دست در دست جمیل شمری در اشرف و پاسدار سرتیپ بلالک در یکی از مراکز نیروی قدس در تهران. مزدور نافع عیسی در قم با طلاب بسیجی. 17 دی ماه 89 آخوند مزدور حامد الیاسری اجیر شدگان رژیم را با چند اتوبوس برای حمله به پشت سیاج اشرف آورده است. مقاومت ایران توجه دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به تشبثات زبونانه مالکی برای فرار از تحقیقات و حسابرسی بین المللی و پوشاندن جنایت بزرگ در ده شهریور در اشرف جلب می کند و خواستار اقدام فوری برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمین امنیت ساکنان لیبرتی است.